عزیزان محترم هند اطمینان داد که می خواهد با ایران دوستی برقرار کنند تا یک شبکی جاسوسی قوی در ایران ایجاد کنند و به این ترتیب آژانس اطلاعاتی هند را شروع به ساخت بزرگ را زرنج از منطقه دیلارام افغانستان تا ورودی مرزی ایران کرد تا یک شبکی جاسوسی برای ایران در ایران ایجاد کنند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. من رضا بتول هستم در خدمت شما و شما در حال تماشای وایت نیوز پرشین هستید. در سال 2000 یک کاری گروه مشترک بین وزارت خانه های دفاعی اسرائیل و هند برای تبادل اطلاعات علیه دشمن مشترک ایران و پاکستان تشکیل شد. گروه کاری مشترک هند و اسرائیل در واقع یک آژانس اطلاعاتی مشترک بود که برای جاسوسی از اسرائیل در کشورهایی که سفر برای اسرائیلی ها دشوار بود و ایجاد شد و ایران پیشتر از چنین کشورهایی بود اولین و بزرگترین موقعیت این کاری گروه مشترک زمانی حاصل شد که اسرائیل بر اساس اطلاعاتی وزارت دفاعی هند کشتی اموی فرانکوپ را در دریای مدیترانه توقیف و ایران را متهم کرد. اینکه ایران با این کشتی برای حزب الله سلاح می فرستاد. از سال 2000 تا 2010 هند اطلاعات مهمی درباره ایران در اختیار اسرائیل قرار داده و در همون ده اسرائیل بیش از 3000 کماندوی هند را برای یک هدف خاص در اسرائیل آموزش داد. موساد اسرائیل و رای هند چهار سازمان اطلاعاتی را برای انجام عملیات علیه ایران به هدف جمع آوری اطلاعات در مورد کشورهای دشمن عملیات ضد جاسوسی و خرابکاری ایجاد کردند. اهداف اصلی این آژانس های ایران و پاکستان هستند. گروه کاری مشترک اسرائیل و هند اهداف خاص خود را دارد که در آن اسرائیل به اطلاعات علیه ایران نیاز دارد، در حالی که هند به اطلاعات علیه پاکستان نیاز دارد. بنابراین در چارچوب کارگروه مشترک دو کشور به طور کامل از یک دیگر حمایت می کند. هند به منظور ایجاد یک شبکه جاسوسی قوی در ایران شروع به اطمینان از دوستی ایران کرد و به این ترتیب آژانس اطلاعاتی هند را یک شبکه جاسوسی ایران در ایران از دلسوای دیلارام افغانستان تا ورودی مرز ایران به بلندای زرنج را اندازی کرد و ساخت این جاده آغاز شد. این بزرگ را ظاهراً توسط سازمان راههای مرزی هند ساخته می شود، اما سازمان اطلاعات هند را تحت عنوان ساخت این بزرگ را اطلاعاتی در مورد تحرکات مخفیانه دانشمندان ایرانی در اختیار اسرائیل قرار می داد. ظاهراً رسانه های هندی می گفتند که هدف از این شاهراه اتصال بندر چهبهار ایران به منطقه دیلارام افغانستان است، اما در واقع شرکت سازنده بزرگ را سازمان جاده مرزی هند در واقع شرکت جاسوس ارتش هند بود. اگر واقع قصد هند فقط ساخت بزرگ راه بود، هر شرکت عمرانی هند می توانستند این کار را انجام می دهد. اما سازمان های اطلاعاتی هند تحت عنوان ساخت این بزرگ را دائما اطلاعات محرمانه درباره ایران به اسرائیل می فرستادند. و سپس با توجه به اطلاعات آرایی شده توسط هند، سالهای 2010 تا 2020 سالهایی بود که ترور دانشمندان هسته‌ای ایران یکی پس از دیگر آغاز شد. در نتیجه ایران باید خسارات جانی و مالی سنگینی را متحمل شد. در این زمان کشورهای مسلمان باید وحدت را در صفوف خود حفظ کنند تا دانشمندان از اختلافات بین امت سوء استفاده نکنند و بیشتر به کشورهای مسلمان آسیب نرسانند. و السلام علیکم و رحمت الله.